سلام و وقت بخیر عرض می‌کنم مدیر همه شما مخاطبان خبرگزاری ایسنا در خدمت مرتضی پورعلی گنجی مدافع تیم ملی فوتبال ایران و باشگاه پرسپولیس هستیم. امیدوارم که گفتگوی جذابی رو داشته باشیم. مرتضی جان سلام، مرسی که برای ما و خبرگزاری ایسنا وقت رو تعیین کردید که در خدمت باشیم. خب منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه همکارای محترمتون و مردم عزیز کشورم. امیدوارم که حالشون خوب باشه و ما هم در خدمتیم که ان‌شاءالله یه مسابقه خوب انجام بدیم. میخوام اول در مورد شرایط خودت صحبت کنید. بعد از 4-5 هفته که برای پرسپولیس بازی کردی، تو بازی با قطر، بازی که توی تورنمنتی داشت برگزار میشد، مصدوم شدی. متاسفانه ربات صلیبیت پاره شد و الان داره دوران اقامت تو طی میکنیم. اوضاع چطوره؟ حالا دیگه اتفاق بعدی که افتاد و هم به هر حال ناراحت شدیم. خودم، خانواده‌ام، همه دوست و رفیقام. و مصونیت طولانی مدت اومد سراغمون، دقیقا مثل 3 سال و نیم 4 سال قبل که متاسفانه هم بازی برای پرسپولیس رو فعلا دلتنگش هم برای تیم ملی. دیگه داریم پروسه درمان میریم جلو. من همیشه میگم مصونیت های طولانی مدت آدم رو قشنگ میبره سمت زندان فیزیوتراپی، که مسئولیت ربات دقیقا دوباره همون اتفاق افتاد که گفتم رباتم رفت، یاد زندان فیزیوتراپی افتادم که شما ساعت 8-9 صبح میری تا ساعت مثلا 5-6 بعد از ظهر باید کار کنی اونجا و بتونی حداقل سرپا بشی و راه بری و دوباره بدوی. و اینی که داریم کارا رو انجام میدیم، فکر کنم امروز 2 ماه و 6 روز بود. خدا رو شکر عضلات رو گذاشتیم کنار و داریم آماده میشیم که عضلات رو تقویت کنیم برای دویدن. از نظر پزشکی و ورزشی فکر میکنید کی بتونید چمن برگردید؟ چمن حداقل دویدن رو شروع کنید و تمرین کنید. ببینید این مصونیت یه ذره مصونیت سختیه واسه هر فوتبالیستی و پزشکی میگه که شما حداقل باید حداقل 9 ماه بخوای سیف باشی کامل، اون امنیت رو داشته باشی، 9 ماه باید بیرون بازی دوستانه یا بازی رسمی باشی. ولی خب بسته به بدن هر فردی شما میتونی تصمیم بگیری. الان بعضی مثلا 6 ماه هم بازی کردم، من خودم دفعه قبل یک سال و 2 ماهه بازی کردم، ولی داشتیم بازیکنی که 6 ماه هم بازی کرد. من فکر میکنم این دفعه خب این مسیر برای من تار نیست، مسیر برای من روشنه و آدم ها و دکترها و رفیقایی دارم که کمک کنن تو این راه به من. من فکر میکنم تا 2 ماه و نیم دیگه که بشه 4 ماه و نیم بتونم کنار تیم باشم، حالا بعد سایه زنی بتونم بازی کنم در کنار تیم، حالا بتونم حداقل بعد 6 ماه و نیم اینا بتونم بازی کنم. از الان فکر کنم 4 ماه و نیم 5 ماه دیگه بتونم بازی کنم. مرتضی تو روزایی مصدوم شدی و در واقع حضور تو پرسپولیس رو از دست دادی که پرسپولیس بازیکن‌های مصدوم دیگه هم داشت، مثل وحید امینی. حتی توی مقطع در مورد علی بیرانوند اتفاق افتاد و شک ترسیده بودن که بازی با انس نرسه. یحیی بارها توی صحبت‌های خودش در مورد تو، در مورد وحید، در مورد حالا بازیکن‌های مصدوم خودش، الان در مورد یاسین سلمانی صحبت می‌کنه، میگه آقا این نبودن این ستاره‌ها به تیمم داره لطمه می‌زنه. خودش هم حتی امیدواره که هم اواخر به خودش میگه که آخر فصل مرتضی میرسه ان شاءالله. در مورد این موضوع هم دوستام صحبت کنی، نظر تو بگی، فکر می‌کنی نبودت چقدر تاثیر گذاشته روی عملکرد پرسپولیس؟ ببین پرسپولیس تو این چندین سال نشون داده که متکی به بازیکن نبوده. حالا اسمایی که بردید، وحید امیری خب ستون تیم بوده دیگه و حالا ما هم در حدی تونستیم کنار بقیه بازیکن‌ها جا بیافتیم تو این 1 سال و نیم اخیر. من فکر میکنم حالا نبوده ما بی تاثیر نبوده، ولی بگی مثلا تاثیرگذار صد بوده باشه نه، به خاطر اینکه من فکر میکنم همه بازیکن‌ها به این درک لازم رسیدن که اگر 2 تا بازیکن نباشن بتونن تیمو جمع کنن. من یه عذرخواهی باید بکنم از هوادارهای محترممون، از آقای یحیی و کادر و آقای گل محمد، آقای قلعه‌نویی و همه هوادارهای عزیز تیم ملیمون به خاطر نبودنم، که فکر میکنم به اون مرز آمادگی رسیده بودم که در حدی بتونم یک گوشه ای از بار تیم رو بردارم و از این نبودنم عذرخواهی میکنم. امیدوارم که بتونم با صلابت برگردم و انشالله به تیم کمک کنم.
ببینید امسال پرسپولیس من فکر میکنم هم بدشانس بود، همین که شرایط هایی برای پرسپولیس پیش اومد و برای حالا بازیکن ها و کادر پیش اومد که به نظر من لایق این چجوری باید بگم این بی‌محبتی نبودن. به خاطر اینکه ما پارسال شما اگر دیده باشید برای قهرمانی ما فراز و نشیب زیادی داشتیم، ولی خدا رو شکر آخر تونستیم 3 تا جام بگیریم. من داشتم پیش یکی از دوستان میگفتم که برای قهرمان شدن این نیست که 4 هفته بالا باشی، اینی که تمام لیگ رو بتونی مثلا تاپ بگذرونی و آخر بتونی قهرمان بشی، که پارسال من فکر میکنم ما 17 18 هفته صدر جدول بودیم که خدا رو شکر تونستیم 3 تا قهرمانی بیاریم. برای قهرمان شدن شما به هر حال تو فوتبال هستید میدونید، همه بازیکن‌ها و مربی‌ها میدونن که کل تیم باید یک فصل کامل خوب باشه که بتونه قهرمانی بیاره، حالا چه برسه 3 تا قهرمانی. من فکر می‌کنم پارسال هیچ کدوم از بازیکن‌های تیم پرسپولیس دو شب با خانواده‌شون نشستن تا ساعت 3 شب رو ببینن، و برای این به هر حال باید برای قهرمان شدنشون یه جایزه‌ای بهشون تعلق بگیره. اینجوری نیست که مثلا کسی که قهرمان میشه با کسی که پنجم جدوله یه جایزه بگیرن یا اصلا جایزه نگیرن. اصلا جایزه که سازمان لیگ نمیده، منظورت همینه دیگه. سازمان لیگ قبل اصلا سازمان لیگ به نظر من باید یه تدارکی ببینه. حالا مراسم قهرمانی ها رو شما میبینید دیگه، جدای از مراسم قهرمانی که در شأن و شخصیت تیم قهرمان به نظر من نبود و نیست، حداقلش برای قهرمان شدن باید یه تدارک ویژه ببینن که تمام تیم‌ها انگیزه بگیرن برای قهرمان شدن. این نیست که مثلا تیم پرسپولیس قهرمان شد بعد از بازیکناش کم کنیم یا یه سوم تیم‌های دیگه بهشون قرارداد ببندیم یا اصلا پولشون رو ندیم. اگر اینجوری باشه چرا اصلا تلاش کنیم برای قهرمان شدن، یا چرا تلاش کنیم برای اینکه بریم تو جام آسیا مثلا بریم از مرحله گروه بریم بالا یا بریم قهرمان آسیا بشیم. اینه که باید یه تدارک ویژه تر ببینن برای بازیکنایی که زحمت میکشن یا کادر و مدیریتی که به هر حال دارن تلاش میکنن شبانه روزی. من یادم آقای ایام مثلا ساعت 9 صبح بعد اینکه دخترشون میبرد مدرسه میومد اونجا تا ساعت 6 بعد از ظهر مثلا اونجا بود، بعد تمام کادرش هم میآورد و همه این زحمت ها در کنار زحمت های بازیکن ها و مدیریت شد قهرمانی سگانه. اینه که باید بیشتر اهمیت بدیم به تیمایی که به هر حال قهرمان میشن و پرسپولیس نشون داده تو این چند سال اخیر واقعا گل کاشته و باید برسیم بهش. حالا امیدوارم که درست بشه. مرتضی به یه نکته جالبی اشاره کردی، بحث جایزه سازمان لیگ. پارس رضا درویش مدیر عامل باشگاه پرسپولیس هم بارها به این موضوع اشاره کرده، گفته آقا ما پارسال قهرمان شدیم 65 میلیارد تومان اومد روی ده هزینه های باشگاه، یعنی آپشن های بازیکن ها فعال شد. البته این منظورش این بود که ما باید در واقع بریم درآمد داشته باشیم، یه پاداش یه جایزه بگیریم. با سازمانی چرا به ما هیچ چیزی نمیده، ما فقط این آپشن ها برام فعال شد. تو چین بازی میکردی، تو آدم های چین هم برامون صحبت کنیم اونجا قهرمان میشدن با باشگاهشون چقدر میگرفتن، پول میگرفتن نمیگرفتن؟ من فقط اینو میتونم بگم که الان وضعیت اقتصادی مردم زیاد خوب نیست در مورد حالا بحث مالی صحبت بکنیم، ولی چیزی که من دیدم با چشمای خودم در مورد پول اصلا اونا سر کله نمی زدن. یا مثلا توی قرارداد یه سری از بازیکن‌ها این بود که هر بازی که میبریم 30,000 دلار به پول امروز میشه بالای فکر کنم 1,500 1,500,000 هر بازی میبردیم به حساب یه سری از بازیکن‌ها واریز میکردن. این بحثی که شما دارین میکنید بحث پاداش بازیکن‌ها، ما باید برگردیم به عقب صحبتی که کرده بودم. یه سوم تیم‌های دیگه بچه‌های ملی پوشمون هم نتونستن قرارداد ببندن. یعنی عددی که قرارداد بستین کم بود؟ یعنی عددی که بستیم مثلا دارم میگم یه سوم تیم‌های دیگه بوده. خودت چقدر بستی پارسال؟ من پارسال 12 تومن. بعد از جای دیگه هوادار متمول، خدا شاهده جای دیگه من یک دو تا برند رفتیم تبلیغ کردیم در حد 500 تومن 400 تومن. هوادار متمول نه بهتون پولی پرداخت خارج از به من کسی چیزی نده، به بازیکنای دیگه هم فکر نمی کنم. فکر کنم یک دو سه نفر شاید از هوادار عزیزمون که برای عشقش پول میده پول گرفتن، که اصلا من شاید هوادار عاشق پرسپولیسم دوست دارم اصلا کل زندگیمو بدم به بازیکن.
اون اصلا بحث جدایی از باشگاهه. و به خاطر این به هر حال یه سری آپشن ها آوردیم. به چه امیدی؟ به امید اینکه سگانه بگیریم نفری مثلا 4 تومن 5 تومن اضافه بشه. و واسه این قهرمانی چقدر باید زجر بکشی؟ چقدر نباید زندگی کنی؟ چقدر نباید از خود چقدر باید از خود گذشتگی داشته باشی که بخوای به اون قهرمانی برسی؟ حالا این پول مثلا 4 تومن 5 تومن بهت برسه که هنوز که هنوزه کل یعنی بازیکنای ما فکر نمی‌کنم 20 یعنی 50% از اون پاداش رو گرفتن. یعنی ما قرارداد کم بستیم، پاداش حالا 4 تومن 5 تومن هر بازیکنی بسته به قهرمانی ها بهش باید واریز می‌شده که از اون 4 5 تومنه مثلا 50% بهشون واریز شده. هنوزم پول پارسالمون رو نگرفتیم، کما اینکه بعضی از بازی‌ها می‌بردیم مثلا 10 تومن 20 تومن به هر حال پاداشای هر بازی رام یه سری بازی ها رو نریختن. و میخوام بگم چرا ما باید مثلا به این درجه برسیم که حتی برای هیرو شدن، قهرمان شدنمون هم نباید جایزه‌ای که توی قراردادمون نوشتیم و پول سلامتی یه سری بازیکن‌ها رو نتونستیم بگیریم، یعنی پول سلامتی خودمون رو نتونستیم بگیریم. این شرایط پارسال دوتا جام آوردید که استقلال هم تو لیگ بعد برگشت بردید هم توی حذفی بردید، یعنی دوتا بازی هم پشت سر هم استقلال رو بردید، جام حذفی هم بردید، سوپر جام بهتون دادن. برهانی توی برنامه فوتبال برتر، آرش عزیز رفیقمونه، دوستش هم دارم، بزرگتر ماست، بهش احترام میذارم و تو برنامه ما سعی کردیم احترام رو حفظ کنیم. چیزی که گفته بود تو سال نمیدونم چه سالی دوبار برده بودن، دوبار برده بودن دربی رو و تونستن قهرمان بشن. دقیقا همین اتفاق پارسال برای ما افتاد و ما تونستیم دوبار دربی ببریم و دوبار هم استارت بزنیم برای قهرمانی. یه بار که حذفی بود که قهرمان شدیم، یه بار هم که تو لیگ باشون بازی داشتیم، یعنی بردیم، انگیزه و انرژی و اون قوی شدنه شد بالای 1000 و بعد اون من فکر میکنم همه بازی‌ها رو بردیم که لذت قهرمان شدن بعد اینکه بخوای حالا دربی رو ببری و قهرمان بشی و قهرمانی ببری بالا سرت واقعا لذتش دوچندانه. مرتضی به آپشن‌های قراردادها اشاره کردی، حالا عددی که آیش درویش میگفت 65 میلیارد بودن رو کل قرارداد بازیکن اومده بود. نکته که داره این عدده و این در واقع بحث امسال گریبان تیمو گرفت، تیمی که پارسال سگانه آورد، سه تا جام آورد، هوادار انتظار ازش قهرمانی مجدد بردن بازی‌ها داره، حاشیه‌های زیادی رو این موضوع آپشن‌ها براش ایجاد کرد. آقای گل محمدی تو دو سه تا مقطع اعتراض کرد، یه مقطع گذاشت رفت، گفت من اصلا قرارداد ندارم، رفت دبی تو چند روز سر تمرین نیومد و اول فصل کار پرسپولیس خیلی سخت کرد، یکم از کورس جا موندید. یعنی با وجود این حالا مسئولیت ها بود، این اتفاقات حالا شاید داوری بود، اتفاقات حالا فوتبال دیگه، یه وقتی توپ گل میشه وقتی گل نمیشه، اتفاقات فوتبال بود، این موضوع هم حالا در واقع تاثیرگذار بود. قطعاً حاشیه‌های عجیب غریبی که مثلا حاشیه‌ها بس آپشن ها روی عملکرد پرسپولیس گذاشته بود. در مورد این موضوع و این اوایل فصل حاشیه‌هایی که پرسپولیس داشت هم می‌خوام صحبت کنیم. ببینید تو این چند سال آماری می‌خوام صحبت کنم، بحث مصاحبه‌هایی که میشه، بحث اتفاقاتی که از زبون این سری از بازیکن‌ها میاد بیرون. به نظر من پرسپولیس جزو تیمایی بود که اصلا نسبت به خیلی از تیم‌ها بهونه‌گیریش کمتر بود. این اتفاقی که شما میگی، این حاشیه‌ای که پیش اومد، آقای گل محمدی به خاطر حالا شرایطایی که رقم خورد و بعضی وقت رفت و اومد، فقط به خاطر دریافت نکردن مطالبات بازیکنان بود از باشگاه. من فکر میکنم آقای یحیی برای بازیکنان، البته که برای حالا کادر خودش، برای خودش هم با باشگاه به هر حال وارد بحث شدن، برای بازیکنان بیشتر وارد این داستان شدن که باید بازیکن‌ها پولشون رو بگیرن. چون بازیکن‌ها ببین هممون خانواده داریم، مثلا بحث مالی توی فوتبال کشور ما زبان زده، یعنی کل دنیا رو شما زیر نظر بگیری، همه باشگاه‌ها در حد توانشون به بازیکن‌هاشون و واسه سلامتی بازیکن‌هاشون، واسه زحمت بازیکن‌هاشون پول میدن، الا کشور ما که فوتبالش برای زحمتی که بازیکن‌ها می‌کشن، انگار مثلا ما به زور میخوایم از باشگاه پول بگیریم. فوتبال بازی کردن هنره،
که هر کسی نداره. اگر هر کسی داشت همه میشدن رونالدو، همه میشدن میسی، همه میشدن علی دایی، همه میشدن بازیکن پرسپولیس، بازیکن 80 میلیون نفری تیم ملی ایران. ما واسه زحمت خودمون داریم، واسه خانوادهمون به هر حال یه نون حلال میبریم سر خونه زندگیمون، سر سفرمون، و واسه اون داریم شبانه روز تلاش میکنیم، از جوانیمون میگذریم. من نمیخوام فاز غم بگیرم، ولی چیزیه که واقعیته. برای این داستانا آقای یحیی اومد به باشگاه با آقای درویش مذاکره کرد، حرف زد، آقا مطالبات بازیکن‌ها رو بده که بسته به شرایط، دست آقای درویش هم بسته. حالا چرا پول تزریق نمیشه، چرا اصلا باشگاه نمیتونه درآمدزایی بکنه، حالا یه بحث جدایی، اصلا یه بحث وسیع، اصلا عجیب غریبیه تیمی که قهرمان میشه اسپانسر نداره، کسی براش حمیت هزینه کنه. این اتفاقا کنار هم بی‌انگیزگی و بیروحی رو، یه سری شل شدگی رو در کل تیم به وجود میاره خود به خود. اصلا نمیتونی بگی چرا بازیکن‌ها شل گرفت. ببین، بازی کردن تو پرسپولیس، من میگم فشارش از بازی کردن در تیم ملی جمهوری اسلامی ایران هم سخت‌تره. واقعا سخته، فشارش عجیب و غریبه. من بیرون از ایران 6 تا تیم بازی کردم. تو ایران نفت تهرانی بودم که اصلا یه دونه دو تا هوادارم نداشه، مدیر عامل و معاون باشگاه بودن. ولی تیم ملی بازی کردم، 100,000 تا اومدن تو استادیوم. ولی تایمی که من پرسپولیس اومدم بازی کردم، تازه متوجه شدم فشار و استرس و اون سختی کارو فهمیدم چقدر سخته تو پرسپولیس بازی کردن. اینه که بازیکن باید فشار رو تحمل بکنه، بازیکن باید شبانه روز بهترینشو بذاره، بازیکن باید پول نگیره، بازیکن باید تمام حاشیه‌ها رو جمع کنه. خب چه انتظاری داری که مثلا تیم نتیجه بگیره امسال؟ حالا جدای از مصدومایی که داریم، جدای از همه داستانا، بحث مالی به هر حال انگیزه است واسه همه آدمایی که دارن کار میکنن. اما خب رفتار یحیی، مثلا که گفتن آقا یحیی بذاره بره و دوباره برگرده و بگه من قرارداد ندارم، من حالا کاری به انگیزش و اینا ندارم. میگم خب شاید مثلا بهتر بود به قول خودت الان گفتی جلسه گذاشته، بیشتر جلسه میذاشت تا اینکه باعث ناراحتی خیلی هوادار واقعا ناراحت شده بودن تو اون مقطع. استرس میگیره هواداری که به قول خودت اشاره میکنی، سرمربی تیمش 3-4 روز سر تمرین نیومده، خبرش میاد که تو دبی، خب ناراحت میشه دیگه. من میگم چرا باید یه سری اتفاقات بیفته که هد تیم، بزرگ تیم، این اتفاق، یعنی این اتفاق رقم بزنه. شاید فشار انقدر زیاد بوده رو آقای یحیی که گفته که مثلا من بهتره که این اتفاق رقم بزنم. شاید پول اومد تو باشگاه، شاید خودشو خراب کرد به خاطر اینکه مثلا بتونه پولی بیاره. چون شما میدونید تو یه سری از حالا شرایط ها توی فوتبال ما، نمیخوام ببرم به حاشیه، ولی شرایط فعلی تیمای کشور ما جوریه که شما اگه دعوا کنی، شما اگه یه جورایی اعتراض کنی دائما، اعتراض بکنی تازه پولتو میگیرن. یعنی اعتراض نکنی نمیدن. مثلا کیروش دیگه دائما دعوا میکرد که به طلا نمیدن حق تو و حق تو بگیری. من فکر میکنم خب این اتفاق بسته به تجربه‌ای که داره. باز من نظرم برای اینکه الان شما میگی آقا یحیی این اتفاق رقم زد رفت دبی فلان، من فکر میکنم تو این چند سال یه از آمار مشخصه که نمیخوام بحث اینو بکنم که پشت آقای یحیی در بیام، آقای یحیی نیازی نداره که بخواد من پشتش در بیام، ولی آماری بهترین مربی تاریخ پرسپولیس بسته به آمار و جام و این اتفاقی که افتاد. فکر نمی‌کنم هوادارا، یعنی هوادارهایی که واقعا هوادار پرسپولیسن، از بازیکنایی که واسه تیم پرسپولیس زحمت کشیدن، مربیایی که زحمت کشیدن واسه این تیم، دلشرکین بشن. اون روزای سخت گذشت، اختلافات آقای درویش و آقای یحیی گل محمدی تقریبا حل از ظاهر تموم شده. 9 تا بازی پرسپولیس نبرد، برد و الان امروز هم فکر کنم مساوی کرد. الان شرایط تیم چطور می‌بینید؟ صدر جدول پای به پای در واقع پای استقلال داره پیش میره و همچنین سپاهان تو کورس قهرمانی. فکر می‌کنی که این روند تو پایان فصل بتونه ادامه داشته باشه، پرسپولیس تو کورس می‌مونه؟ امسال ما شرایط خوبی رو میگم نداشتیم. اتفاقاتی افتاد، مصدومایی که دادیم، بحث مالی، بحث حاشیه‌ای، یه ذره گریبانگیر تیم ما شد. بعد شانسیایی هم تیم ما داشت، حالا بازی با دوهیل، بازی با صنعت نفت، بازی با یه سری داستانی که دقیقای 90 مثلا ما یه سری اتفاقای به هر حال فوتبال دیگه
هم نزنه میخوره. من فکر میکنم اگر به این تیم نرسن، حالا ما که آسیا رو از دست دادیم، این همه هوادار مثلا دو تا بازیکن خارجی خوب نمیارن دلشون رو شاد کنن. به خدا خنده داره. مثلا ما باید به خود قائل بینی که خنده داره واسه ما. تو خود قائل بینی پرسپولیس بازیکن خارجی خوب میخواد؟ اصلا شک نکن. تو چه پستایی؟ به نظر من 100% باید پست جلو باشی کار در بیارن. مواجه. با تمام احترام به همه بازیکن های خط جلومون، همشون هم میدونن که تیم پرسپولیس، تیم استقلال، تیم سپاهان، مثلا نمیخوام فقط یه طرف نگاه کنم، توی آسیا ما باید بازیکن خارجی خوب داشته باشیم. هزینه کنیم واسه دلخوشی و شادی مردم باید میخوایم هزینه کنیم، مثلا واسه خودمون نه، یعنی واسه فوتبالیا نه، مردم ما خوشحال میشن. الان تیم ملی ما میبره، پرسپولیس میبره، ما مردم شادن، واسه این شادی حداقل یه ذره هزینه کنیم. اینه که اگر بازیکن نگیریم نیم فصل دوم کار خیلی سختی داریم. ما الان شما نگاه کن تیمای بالا جدول ما هی جابجا میشن، بالا پایین میکنن، یعنی امسال بازم مشخص نیست. بازم من فکر میکنم ما ایشالله یه ذره زور بزنیم، یه ذره صفر بگیریم و یه تقویت کوچیک، یعنی یک دو تا بازیکن ایشالله ما برسیم، وعید برسه، یاسین برسه، حالا ما که آخر فصل میرسیم، دو چهار تا بازی آخر میرسیم، ولی یه ذره تقویت کنیم ایشالله امسال هم قهرمانیم، ولی باید تقویت کنیم. مرتضی، رقابت شما پرسپولیس، سپاهان و استقلال فقط تو زمین چمن نیست، بیرون زمین چمن، بیانیه پشت بیانیه، مخصوصا با استقلال، از اون برو با استقلال پرسپولیس با هم علیه سپاهان و بالعکس، سر این موضوع داستان سخت بودجه خیلی درگیر، دعوا درگیری ایجاد شده. میخوام صحبت کنیم اول این حواشی عجیب غریبی که بین این باشگاه ها وجود داره، بین هواداراشون وجود داره. امسال تنها تیمی که سرش کلو رفت پرسپولیس بود، حضرت عباسی، خودمونیم دیگه. حالا هم اونایی که تو فوتبال هستن متوجه میشن چه خبره. سقف بودجه اصلا نابود کرد تیم ما رو، که اصلا پاچون، اصلا قشنگ کلاه به قول آیایا گشادی رفت رو سرم و چشامون هم بسته. خب این که بیرون زمین متاسفانه تو کشور، یعنی بحث فوتبال کشور ما هم همینه، یعنی مثلا هر کی زورش بیشتر برسه، هر کی به هر حال بتونه بازی بیرون زمین رو خوب انجام بده، البته که باز حالا شما گفتی تو زمین انجام نمیشه، من فکر میکنم اگر انقدری قوی باشی تو زمین میتونی نتیجه رو تغییر بدی، ولی خب به هر حال تاثیرگذاره کنار زمین. اینه که امیدوارم تو این قضیه هم ما بتونیم حداقل مدیریت بکنیم و من میگم همیشه انقدری باید خوب باشیم که بازی‌ها رو تو زمین ببریم، مثلا نذاریم که بیرون زمین چیزی اتفاق بیفته، که انشالله امسال هم بتونیم نتیجه دلخواه رو بگیریم. در مورد سقف بودجه، پرسپولیس سقف بودجه رعایت کرد؟ من حاضرم قسم بخورم، حالا دو تا بخش عقب‌تر در مورد اینکه هوادار پول داده به بعضی بازیکن نداده، من رو خودم که حاضرم قسم بخورم یک قرون نگرفتم، رو بازیکن‌های دیگه هم میگم یه سه تا یه چهار تا بازیکن‌ها در حد خیلی معقولی که ببخشید مثلا شما برید دو تبلیغ بکنی، مثلا دو تا برنده خوب میتونی این پول بگیر، اون 100 تومن، 1 تومن، 2 تومن، بیشتر از 2 تومن 3 تومن فکر نمی‌کنم به کسی داده بشه، به دو تا، دو سه تا از باز، 4 تا از بازیکن‌ها که نوش جان به هر حال مرده داره واسه عشقش پول میده، ولی سقف بودجه رو حضرت عباسی تیم ما یعنی رعایت کرد. بهترین بازیکن ما، نه بازیکن ملی پوش ما، حالا چند تا هستیم، بیشتر از مثلا علی بیرامند من 15 و چند 900 و 900 بارها 900 میلیون تومان، نه 900 میلیون 15 میلیارد و 900 میلیون خودش میگه قراردادمه، ما هم منتشر کردیم تو اینستا قراردادش رو، عدد همه چیز رو حاضرم، حالا قسم خوردن نداره ولی قسم بخورم که بیشتر از علی بیرامند 15 و 900 که اصلا کسی نگرفته و بیشتر بازیکنایی که سقف گرفتن مثلا 14 تومن 14 و 500 بوده، 14 و 500، چون 14 میلیارد و 500 حالا بازیکناتون قرارداد بستن، ولی ما الان عددهای میشنویم 160 میلیارد تومان عددهای میشنویم قرارداد دلار گرفت میشه جان گرفته. من به خدا اصلا ناراحت نمیشم، شخصا حسود نیستم، ناراحت هم نمیشم، چون به هر حال شاید لیاقتش اینقدر بوده بهش دادن، حالا هر کسی هست، یه سری چیزا من خوندم، ولی یه بازیکنم 160 میلیون بسته اون که بابا دمش گرم بابا
واسه عشقش چقدر بزرگواره. اسنپ مسنپ کار میکنه شما نه کی بود؟ یکی هم میگم بازیکن استقلال سعید مهری دیگه، خودش هم بارها مسابقه کرد. گفت من 160 میلیون. سعید مهری 160 هست؟ گفت من 160 میلیون. من خدایی زیاد خبرمبر زیاد نمی کنم ولی مسابقه کرد. گفت من 160 میلیون بستم. هوا دمش گرم، درود به شرفش، انشالله خدا جای دیگه برکت زندگیش ببره بالا. ولی سقف و پرسپولیس تیتازو قسم خوردم دیگه، فکر میکنم رعایت کرد و کلاه گلوگشادی هم رفته سر. خیلی از ستاره هاتون رو از دست دادین، خیلی از بازیکن هاتون، مثلا یه ستاره که بالاخره بازیکن خوبتون که عیسی آل کثیر رفت و یحیی خیلی سرش حرف داشت که آقا چرا مثلا چنین بازیکنی ما از دست رفت سپاهان. اصلا میگم ما الان 5 تا از بخشای این مصاحبه رو میگم در مورد بحث مالی داریم صحبت میکنیم. اصلا ما اینقدر بحث فنی و بحث انگیزشی و بحث تجربی توی این فوتبال داریم که باید در مورد اون چیزا صحبت کنیم که نمی کنیم. در تمام مسابقه های همه بازیکن ها و مربی های لیگ، حتی مدیر عامل ها، من نمیدونم این همه بزرگی داره فوتبال توی این مملکت، ولی خشکه، مثلا دریای به این بزرگی آب نداره. داریم در مورد این پول صحبت میکنیم و یه سری بازیکن های پرسپولیس هم که طرف مثلا حالا عیسی که رفیق همه، داداش همه، وقتی میبینه مثلا برای سختی بزرگ کلا عیسی فکر نمیکنم تو فوتبالش مثلا 3 سال 4 سال هیچ کدوم از بازیکنای تیم حالا پرسپولیس استقلال تو این چند سالی که بازی کردن فکر نمیکنم 15 میلیارد پس انداز داشته باشن. به هر حال برای زندگی آینده و خانواده‌اش باید یه فکری به حال خانواده‌اش بکنه، به حال زندگیش بکنه. کمان که یه بار آدم مصدوم بشه به خدا قسم 5 نفر با آدم زنگ نمیزنن 2-3 بار. حالا خود معصوم شدی از فدراسیون و پرسپولیس اینه که انشالله که موفق باشه و میشه جونش هرچی گرفت. بحث معصومیت ما هم که نه کمکت میکنه فدراسیون پرسپولیس هم پول عملمونو داد. کی داد؟ فدراسیون عمل کردیم و پول فیزیوتراپی هم که انشالله قراره بدن و همون هم گفتن خزینه کن بعدا میدیم. آره خزینه کن بعدا، حالا نامه بیار و انشالله بتونیم پول فیزیوتراپی رو بدیم. و واقعا ما از هر دو طرف افتادیم دیگه، هم پرسپولیس. ببین یه چیزی در مورد پول بپرسم، سقف بودجه به نظر خودت فکر نمی‌کنی با توجه به شرایط فوتبال ما، با توجه به دولتی بودن فوتبال ما، اگر نباشه شاید یه روزی خیلی نزدیک مثل فوتبال چین فوتبال ما هم برشکسته بشه، این اصلا دیگه قابل اداره کردن نباشه؟ ببین بعد مدیریت بشه دیگه، یه قانون درستی باید بذاریم و زیر ساختامون رو درست کنیم، اول از اینکه بخوایم مثلا سقف بودجه بذاریم یه تیم مثلا پول نگیره، یه تیم کم بگیره، یه تیم زیاد بگیره. به هر حال من فکر میکنم یه سری از تیم‌ها هستن خب شخصی هم مثلا دوست داره بازیکن بیاره 100 میلیارد 200 میلیارد به هر حال واسه هوادارش ارزش قائله، بازیکن میاره که هوادارش رو خوشحال کنه. شما تو فوتبال اروپا می‌بینید یه تیمی 200 میلیون یورو نمی‌دونم میده میاره رونالدو رو مثلا، یا فوتبال همین کنار همسایه‌مون 200 میلیون دلار میاره تو 2 هفته اول پولو در میاره، زیر ساخت داره، استادیوم خوب داره، یه قانون درست و درمون گذاشته واسه فوتبالش، در کنارش هزینه میکنه، هزینهشو برداشت میکنه، یه انگیزه و روح و خون جدیدی تو جووناشون ایجاد میکنه. ما تو کل تاریخ فوتبالمون دو تا بازیکن معروف تو کشورمون نیومده. خب وقتی سقف بودجه میذاری در کنارش یه زیرساخت درست نداری، یه استادیوم درست ما درست کنی، تهران به این بزرگی یه استادیوم داره، استادیوم درستی که 50,000 نفر برن تو. اینی که من میگم اول یه سری زیرساخت‌ها رو باید درست کنی، بعد اصلا سقف و ولش کن. سقف کجاست؟ به خدا قسم فوتبال بازی کردن سخته، به امام حسین سخته، حالا تو ایران ما که اصلا خیلی سخت‌تره موفق شدن به خاطر یه سری داستانایی که هست. و من فکر میکنم باید به چیزهای دیگه بپردازیم، چون اگر این سقف بودجه نبود، حالا من امسال مثال میزنم زیاد پرحرفی نکنم، امسال سقف بودجه نبود خیلی از دعوا و مصاحبه ها اصلا ببخشید شاید شما بیکار میشدید آجی،
خبرنگارای عزیز ما شاید بیکار می‌شدن از سوال پرسیدن اینا، از بس ما داریم از سقف و آقا پارسال که سقف بودجه نبود، همین خود شما، خود شما یعنی پرسپولیس و استقلالیا دائما علی هم صحبت می‌کردن بازیکن تو میکسون، همین امسال هم همین رویه ادامه داره. خیلی از شما با هم دوستید، من میدونم تو تیم ملی خیلی داداشی هم همه بازیکن با هم دوستید. چی میشه تو نمیدونم تو میکسون علی میکسون اصلا مثلا یه شیر یا یه شیر یه پلنگ یه پلنگ میوفتن به جون هم. آها داداش بیرون زمین داداشی هم با هم بعضی ها، استقلال پرسپولیس ها، بعد پشت میکسون یه جوری صحبت میکنه انگار دشمن خونی. قربونت برم از اون فوتبالی که تو داری نون حلال میبری سر سفرت منم دارم میبرم، ولی دیگه فیلم بازی کردن و نمیدونم درو بودن چیه؟ شاید جو هواداری. مرتضی در مورد تیم ملی میخوام یکم چه صحبت کنیم، ما بیشتر سریم در مورد تیم ملی توی آستانه جام ملت‌ها با صحبت بکنیم. میخوام مرتضی جواب بده اگر واجبه. بازی با قطر رو مصدوم شدی، آخرین تورنمنت حالا خوبی که بازی کردی جام جهانی قطر بود، میخوام از اون روزها اول صحبت کنیم یکم بعد پله پله بیام جلو. تیم ملی فوتبال ما قبل از جام جهانی قطر تو شرایطی که خودش آماده میکرد واسه جام جهانی به یک بار سرمربی خودش رو عوض شده دید. آقای تاج اومدن، آقای اسکوچیش رو برکنار کردن، آقای کیروش رو آوردن به امید اینکه ما 6 تا از انگلیس گل نخوریم، ولی رفتیم از انگلیس 6 تا گل خوردیم. به عنوان مدافعی که تجربه بازی جام جهانی روسیه رو داری، جلوی اسپانیا، جلوی مراکش، جلوی پرتغال بازی کردی، بعد دوباره جلوی انگلیس بازی کردی، تجربه دارید، میخوام صحبت بکنی، نظرت رو بگی اینکه چه اتفاقاتی افتاد، ما چی شد جلو انگلیس یهو وار دادیم و 6 تا خوردیم. جام جهانی روسیه به نظر من حمایت بیشتر بود. جام جهانی قطر به نظر من خیلی میتونست حمایت بیشتر باشه، ولی بسته به یه سری از مسائل متاسفانه اون حمایت نبود، چه از طرف مردم چه مسائل جانبی دیگه. و من فکر میکنم خب ما بازی چیز رو که اصلا غیرتی و تعصبی به انگلیس نمیتونست غیرتی و تعصبی ما رو ببره، ما سیستمی باختیم. شاید آیکیروش توی آیکیروش میدونی که من واقعا من و تمام بازیکنایی که اسم و رسمی در کردن و توی این مملکت دارن بازی میکنن یه جورایی کشف شده آقای کیروش هم. همین الان میبینید آقای قلعه‌نویی مثلا 4 تا جوان داره میاره توی جام ملت‌های آسیا که جام تورنمنت بزرگیه، فردا بزرگتر میشن میگن آقای قلعه‌نویی به امیدونده. آدم باید گذشتهش رو فراموش نکنه. ولی سیستمی آقای کیروش اون بازی من احساس میکنم، من خودم شخصا احساس میکنم که سیستمی شاید آدم اشتباه میکنه دیگه، تصمیم اشتباهی گرفت برای چیدن اون سیستم، تغییر سیستم من فکر میکنم اون تغییر سیستم باعث شد که ما تا دقیقه 25 یا 30 ما گل نخورده بودیم که علی بیرومن خب مصدوم شد، این اتفاق افتاد، به هر حال روحی روانی همه بازیکنان چیز شدیم، از بیرون هم خب روحی روانی فشار بود، تو استادیوم هم که حالا بخوایم باز کنیم یه سری حرفای رکیب از بعضی از هوادارا ما میشنیدیم، همه چی دست به دست هم داد که ما حالا گل بخوریم، یکی دو گل بخوریم که یه متاسفانه شیرازی تیم پاچید و ما اون بازی رو متاسفانه نتونستیم نتیجه دلخواه رو بگیریم یا کم با یعنی دور از انتظار تیم آره بزارش. دور از انتظار ببینید مسئولیت مکوی رسس کات بدم گفتی چی یعنی خدافظی که با پرسپولیس پلنگ گفتم یعنی خدافظی که الان آیا آره هفتمین استفاده میشه استفاده آره. ببین مرتضی در مورد علی بیرام میخوام صحبت کنم، مسئولیت علی بیرام تو بازی انگلیس چقدر نقش داشت توی شکست 6 گله ما؟ من خودم همش فکر می‌کنم که مثلا گلری مثل سدوسه قطعا از نظر فنی آماده بازی بوده، اما نظر ذهنی علی بیرام 2 روز قبل خودش برای بازی آماده کرده، یه دفعه
دقیقه 6 و 7 بازی به 3 2 3 یه بار میگم برو گرم کن، میره گرم میکنه، یورو میگم برو بشین، دوباره یه بار دیگه میگم برو گرم کن بیا تو زمین. این شرایط و نبود علی بیرو اومدن 3 2 3 قطعا یکی از بهترین گلراست. علی بیرو من گلر بزرگیه، من فکر میکنم نیازی به تعریف نداره. سید حسین هم همینطور. به هر حال من و سید حسین خب تیم ملی نوجوانان جام جهانی با هم بودیم، تا همین الان خب جام جهانی هم دوباره کنار هم بازی کردیم، هر دوتاشون داداشا من، رفیقا من. ولی خب چیزی که دارید میگید، بازیکن همینجوری استرس بازی روبروی بزرگان رو داره، شاید بعضی شب نخوابن، بعضی بازیکن‌ها شب نمیتونن بخوابن از اینکه جلوی مثلا رونالدو قرار میگیرن، کما اینکه بازی با النصر ما داشتیم بازیکنایی که یا استرس داشتن یا هیجان داشتن. حالا حساب کن شما تمام بازیکنای لیگ انگلیس مثلا تو اون ترکیب باشی، بهترین لیگ دنیا. نمیگم اگر علی بود 6 تاشو میگرفت یا ببخشید ما 0-0 میشدیم، علی هم میخورد، شاید هم به قولی 5 تا 6 تا هر چی. ولی خب سید همونجوری که شما گفتین شاید روحی آماده نبود، از اون طرف گلایی هم که خوردیم شاید یکی دو تاشو میتونست بگیره، چند تاشو نمیتونست بگیره. روز خوبه بازیکن نبود، سیستممون هم جوری نبود که کنار هم دیگه مچ شده باشیم بدونیم که کی کجا میتونه بره بعد من پوشش بدم. میسره یه سری چیزا کنار هم پیش اومد که ما خوردیم دیگه. فوتبال و یهویی میبینی برزیل جلو آلمان 7 تا میخوره تو کشور خودش. ببین شما اصلا نمیتونید فوتبال رو، آره میخوره 7 تا، ولی ایران هنوز کسی فراموش نکرده، شاید تا سالهای سال کسی فراموش نکنه باخت داد. برزیل هم فراموش نمیکنه. آره ما باختیم، 6 تا گل خوردیم، جو عجیب غریبی توی ورزشگاه بود، من خودم اونجا بودم، اصلا واقعا عجیب غریب بود. بعد از بازی کروش بازیکنان همه رو جمع کرد، حالا شاید مثلا همه فکر میکنن تیم میپاشه، بعد توی زمین دعوای حلقه اتحادی تشکیل داد و صحبت کرد و اینا، چند دقیقه قشنگ 2 دقیقه صحبت کرد. میخوام در مورد بین دونیمه اون بازی صحبت کنیم. کروش توی بین دونیمه کدوم بازی؟ بازی ایران انگلیس. به هر حال همه مربی ها بسته به کاراکتر خودشون یه سری انگیزه ها به بازیکن ها میدن دیگه. من میگم اون بازی ما سیستمی با شما هزار بار بگی آقا چی گفت و چه شرایطی پیش اومد، چه حرفایی زد، به هر حال وقتی شرایط با سیستم خوب جلو نمیره، شما هر چی بگی باز دوره اون اتفاق بعده میره جلو، که نیمه دوم هم متاسفانه با همون سیستم رفتیم تو و کمان که موقع از شانس های گل هم داشتیم، میتونستیم گل بزنیم، مثلا سردار زد به تیرک، مهدی زد دست دروازه یعنی گرفت، میتونستیم مثلا حالا دوتا گلمون رو بکنیم 3 تا 4 تا. ولی خب متاسفانه ما اومدیم نیمه دوم بریم به هر حال حمله کنیم، چون احساس کردیم که دیگه الان ما باید به هر حال یه خودی نشون بدیم، حالا دو تا گل خوردیم دیگه ترسمون ریخته، هیجانا ریخته، باید بریم حمله کنیم، که متاسفانه با بازیکنای خیلی خوبی که داشتن تو ضد حمله نتونستیم خوب ظاهر بشیم و گل خوردیم. ولی بعد بازی انگلیس، حالا اون حلقه اتحادی که گذاشت، صحبتایی که کرده بود این بود که به هر حال ما این بازی رو حالا به هر دلیلی ما اومدیم و اتفاق بد رقم خورد، جام جهانی ما از الان شروع شده و ما اگه میخوایم مردم رو خوشحال کنیم و پرچم تیم ملی کشورمون رو بریم بالاتر، باید از الان، از همین امشب خوب ریکاوری کنیم و بتونیم بازی با ولز رو ببریم و بریم برای بازی آخر و بازی آخر رو ببریم و بریم مرحله بعد، که خدا رو شکر ما بازی ولز رو خوب بردیم، خیلی هم خوب بازی کردیم. و اگر بخوایم یه ذره فنی تر نگاه کنیم، ما بازی با امریکا رو بدنی باختیم، وگرنه ما فنی از اونها حالا کمتر نداشتیم. شما نگاه کنید تمام بازیکنهای امریکا، ببین ما فقط 90 دقیقه رو میبینیم و خداحافظ. کسی که تو رأس کاره، یعنی داخل کار هست، میدونه چه خبره، باید همه چی رو بگیم. من الان دارم به شما میگم، بازیکنهای ما با تمام احترام، از خودم میگم، بازیکنای امریکا همه دارن تو تیمای خوب اروپایی بازی میکنن 90 دقیقه 90 دقیقه. قبل جام جهانی همه بازیکناشون بالای 25 تا 30 تا بازی متداوم داشتن بدون مصونیت. شما یه آمار سرانگشتی بگیر، بازیکنای ما چه تو اروپا، چه داخل ایران، چه لژیونرای قطر و امارات این برابر، همه با هم 50 تا بازی فیکس نکردن، همه با هم. فقط مهدی فکر کنم توی پورتو مثلا تداوم داشت بازی کردنش. میخوام بگم بازیکن‌ها بدنی آماده نبودن و
من فکر میکنم شرایط، یعنی همه چی دست دست روند آماده سازی کیروش هم اینجا نشد دیگه. کیروش از این آدم که تیم اونگاری یه دو ما ببره تو اردو، یه ما ببره تو اردو، نمیدونم یه فشار سخت رو تیم نزد. اگه یه ذره عقب‌تر این بازی با روسیه، ما یک ماه و نیم رفتیم تو کمپ فنرباخچه بود یا گالاتاسرای بود توی ترکیه. ما بلندسازی کردیم رفتیم با بدشانسی تو گروه مرگ ما 4 امتیاز گرفتیم. اصلا من نمیخوام پشت کسی در بیام، بسته به آمار دارم صحبت میکنم، انقدر هم آنالیزور نیستم که بخوام مثلا آماری صحبت کنم، ولی چیزی که خودم بودم و تجربه کردم. چرا؟ چون خودش بدنسازی کرد، میدونست چقدر فشاره، چقدر استارت های مختلف داره، تو هر بازی باید 50 تا استارت بزنی. ما کل فصلمون رو 50 تا استارت نمیزنیم، خب اونجا باید تو یه بازی این همه استارت بزنیم. ما اونجا 4 امتیاز گرفتیم. این جام جهانی بازیکن ها مثلا یه هفته دو هفته بازیکن های ایرانیمون مثلا زیر دست آقای کیروش بودن، بازیکن های خارجیمون که اصلا نبودن. یه هفته 5 روز قبل بازی اومدن که یه بازی با تونس انجام دادیم و رفتیم داخل بازی ها. خب میگم اگه بخوایم یه ذره عاقلانه و باهوش و منطقی نگاه کنیم به بحث فوتبالمون و نتیجه گرفتن فوتبالمون، بعد خیلی زیر ساختمون رو درست کنیم، خیلی حواس جمع بریم جلو و با خودمون صادق باشیم. من میگم اگر ما بازی امریکا رو میبردیم، عدالت خدا با برجانم مساوی میکردیم. چی؟ مساوی هم میکردیم رفتیم بالا. مساوی هم میکردیم. خب من میگم اگر امریکا ما رو نمیبرد، اینجوری بهتره بگم، عدالت خدا برقرار نبود. چرا؟ چون تمام بازیکناشون، تمام تیمشون، امکاناتشون، شرایط هایی که واسه بازیکناشون و مدیریت و کادرشون دارن انجام میدن، آسمون تو زمین با ما فرق داره. ببین که میخوایم منطقه نگاه کنیم، ما دو تا جام جهانی تجربه کردیم، ما سه تا جام جهانی با کیروش رفتیم، دو تا شد خود تجربه کردی. توی دو تا که خود تجربه کردی یه گل با سود فاصله داشتیم. ما که همه آرزوهامون تو سود از گروه تو جام جهانیه، فقط میگیم تیم از گروه بیاد بالا، حالا بعدش اتفاق میفته خیلی مهم نیست. ما تو بازی با پرتغال اگه توپ مهدی طارمی گل میشد از گروه میرفتیم بالا. تو بازی با آمریکا اگه میتونستیم گل مساوی رو بزنیم، یعنی دو تا گل کلا کم آوریم برای اینکه دوباره صعود کنیم. اگه بخوای به عنوان یه کسی که دو تا جام جهانی تجربه کرده صحبت بکنی، واقعا میخوای منطقی نگاه کنی، چه کار باید انجام بدیم از الان به فکر جام جهانی مثلا 2020؟ اگه بخوام صادقانه باهاتون صحبت بکنم، من از همین الان جام جهانی نوجوانان شما دیدی این بازیکن ها، من فکر میکنم با تمام احترام، ان شاء الله که همشون میان تیم ملی بزرگسال. آرزو من خودم تیم ملی نوجوانان جام جهانی بازی کردم، دقیقاً 14 سال پیش، سال 2009 ما بازی کردیم، 2024 همین تیمو نگه دارن، آروم آروم بیارن بالا، ببینن میتونیم. به قول آیه، حالا یکی از دوستان کی بود گفته بود که تیم لیگ برتری واسه شما که بکنیم، زیر ساختمون رو باید درست کنیم، زمینای چمنمون رو باید درست کنیم که این جوونا که میرن تو این زمین بازی میکنن رباتشون پاره نشه، مچ ندن کمرشون، و 4-5 تا مربی خارجی خوب بیاریم تو تیمای لیگ برتریمون، 4-5 تا بازیکن خوب حالا اروپایی یا خارجی بیاریم تو تیمای لیگ برتریمون، تا پاس دادن یاد بگیرن، برخورد یاد بگیرن، شخصیت یاد بگیرن. ما اینا رو باید درست کنیم. یواش یواش طی سال ببین الان ژاپن داره چیکار میکنه. چند تا بازیکن خارجی خوب برده اونجا؟ استادیومشون رو دیدی؟ چمناشون رو دیدی؟ امکاناتشون رو دیدی؟ ما باید یعنی توی یه ترازوی مساوی قرار بگیریم با کشورهای دیگه. بعد انتظار مثلا تعصب و غیرت که من بگم ما ایرانی ها اصلا زبان زدیم، هر چقدر هم نتیجه میگیریم تعصب و غیرت اون مردونگی بازیکن هست. بگنه شما اگه بخوای یه سبک سنگین بکنی، واقعا ما از امکانات کشورهای دیگه، یعنی فوتبال کشورهای دیگه عقب‌تریم. اینه که باید یه ذره عمیق فکر کنیم به این فوتبال و شادی مردم. آقا مرتضی، در مورد جام ملت‌ها آسیا صحبت بکنیم. 2019 همراه تیم ملی تا نیمه نهایی پیش رفتی، شرطی که خیلی انتظار داشتن تیم ملی اون سال قهرمان بشه، قهرمان نشد. ما بازی با ژاپن رو به یک باره روی یک اشتباه عجیب غریب تیممون از دست دادیم. صحبت کن در مورد اون بازی و اون جام. به اونجا ما همه فکر می‌کردن تیم ملی ایران قهرمان میشه و ما هممون فکر می‌کردیم که به هر حال تیممون این کیفیت رو داره که بتونیم قهرمان بشیم. تا
تمام بازی‌ها رو هم خیلی خوب بردیم و اصلا گل هم نخورده بودیم تو بازی با ژاپن. هممون هم بلیت رزرو کرده بودیم واسه فینال، از چه مربی بگی، سرمربی بگی، بازیکن‌ها بگی، خانواده‌ها همه اومده بودن. ببین فوتبال هر روزش درسه، هر روزش به درس یاد میده و تجربه میگیری ازش. من فکر می‌کنم یکی از اتفاقات نادر فوتبال شکل اتفاق، یکی از اتفاقات نادر فوتبال بوده که به هر حال بعد اون خطا داور آورده یه نفس عمیق میکشه بخواد بزنه. من یکی از حسرت‌های بزرگ زندگیم همین بازی با ژاپن بودش. خودم با هم فکر خط داور سوت زد اون صحنه، چون تو یه فاصله داشتی، خیلی فاصله که 4-5 متری بود. بعد دونه دونه رفتن دیگه هممون، دیگه اشتباه رو هممون در یک سوت شنیدی یعنی، چون میگفتن سوت شنیدیم. انقدر دیگه توی استادیوم سود میزنن آدم دیگه میمونه چه خبره. توی یه ثانیه ما باید تصمیم میگرفتیم، هممون توی یه ثانیه متاسفانه مغزه ارور داد. اصلا فکر نمیکردیم که بخوایم مثلا همه بریم سمت داور و داور سود نزنه، بعد یارو بره مثلا دم کورنر توپ رو بگیره بریزه همون جایی که نه علی بیرومند بتونه بزنه نه میلاد محمدی. که من فکر میکنم اشتباه دیگه اشتباه کردیم. امیدوارم که بعد از گل خیلی فشار آورد ایران، اصلا ما افتاده بودیم یعنی قشنگ روحی روانی اومد. آره ولی فشار یک دو تا فرصت نصف نیمه بود، بعد یه هند هم داور آره بود دست خطو گیره بود. آره هند بود دوادش خود دست ما افت اتفاق افتاد هند بود دیگه. وار گفته بود که اصلا پنالتی نیست. آقای داور که رفت خودش چک کرد آخه صحنه رو، خودش رفت چک کرد ولی اون پنالتی نبود، چون من تک زده بودم تکیگام دستم. بعد اون گل مثلا کلا شیرازه رو به هم ریخت دیگه. آره دیگه الان اون پنالتی اصلا پنالتی نیست، شما بیفتی پایین دستت بخوره که اصلا پنالتی نیست. ولی خب این اتفاق افتاد و دومی رو خوردیم و میخوام بگم میگم همه چی دست به دست هم داد که متاسفانه نتیجه نگیریم، که من فکر می‌کنم بیشترین تأثیر رو در باخت کسی نداشت جز کسایی که به هر حال ما رفتیم سمت داور و اشتباه کردیم. من هم از طرف یعنی از طرف خودم، از طرف همه بچه‌ها، خب اون اتفاق افتاد ما بازی رو باختیم، عذرخواهی می‌کنم بازم و حسرتیه که تو یعنی تو ذهن خودمه، تو فکر خودمه، تو وجودمه و امیدوارم که از این بعد اتفاقای خوب به سمت ما بیفته، اتفاقای بد به سمت ما نیفته. به عنوان بازیکنی که این موضوع رو تجربه کردی، الان در کنار تیم ملی هستی، آقای قلنوی از شما خواستن کنار تیم ملی باشی هم در جام جهانی قطر، جام ملت‌های قطر، توصیه چیه به بازیکن‌ها؟ ببینید ما باور داشته باشیم، بزرگ باشیم از لحاظ شخصیتی، از لحاظ عمل کردی، چون من از بچگی به این جمله اعتقاد دارم که بزرگ باش و بزرگ فکر کن و باور داشته باش به چیزایی که میخوای با زحمت که میکشی خدا بهت میرسونه. من فکر میکنم امسال هم تجربه کافی رو داریم، هم بازیکنهای خیلی مستعدی داریم. نمیگم تیمای دیگه ضعیفن، تیمای دیگه سه برابر از ما قوی ترن. همینجا من میگم ژاپن، استرالیا، عربستان، کره تیمایی هستن که واقعا هزینه میکنن با تیمای تاپ بازی میکنن. اگر میخوام ببازن 4-0 میبازن، ولی باز ژاپن از آرژانتین میبازه، از برزیل میبازه. فقط امیدوارم که بازیکن‌ها سلامت باشن همشون و طرفدارا و مردم همه حمایت بکنن، انشالله بتونیم نتیجه درست و شاد کننده واسه مردم عزیز کشورمون. پیش بینی میتونی بکنی آینده تیمو تو جام ملت‌ها کجا بالا میریم؟ ببین تا کره رو ان شاءالله سلامت میریم، کره رو هم ان شاءالله به لطف خدا میبریم. سخته، نمیگم کار راحتیه، خیلی سخته، ولی امیدوارم خدا اون روز ایرانی باشه و بتونه کمک کنه به ساق و پای بچه‌ها و فکر بچه‌ها که ایشالله بتونیم ببریم و بریم فینال. ایشالله اونجا هم که تک بازی و اگه خدا بخواد قهرمانیم ایشالله. مرتضی من دیگه سوالی ندارم، نکته‌ای دارید اما صحبت نکردم. آقا دمت گرم، مرسی، متشکرم، مرسی.